با در نظر گرفتن آنچه که دو عرب اسرائیلی به اتهام قاچاق سلاح به اسرائیل از ایران و حزب الله بازداشت شدند، در اصل چگونگی رخنه سپاه پاسداران رو برای عملیات تروریستی از طریق حزب الله به اسرائیل و قاچاق مواد مخدر و همینطور سلاح نه فقط از طریق غزه بلکه از طریق جنوب لبنان و حزب الله برای اینکه بتونند تسلیحات خودشون رو که همینطور که موفق شدن به جهاد اسلامی و حماس در غزه برسونن، همینطور نیست به حزب الله که از طریق هشت شعبی از طریق سوریه چه از نظر اطلاعاتی، تسلیحاتی و پشتیبانی مالی با آنچه که ما در سال اخیر داشتیم، مخصوصا بر این بود که به خاطر وضعیت پیش اومد و جنگ 11 روزه‌ای که با حماس و جهاد اسلامی در غزه داشتن، خودشون رو پاترون مسجد الاقصا می دانستن و تاثیرگذاری بیشتری می خواستن داشته باشن در قبال آنچه که در یهودا و سامره می دهند کنار بختر یهود اردن، و اینی که به حال انتخابات میشه گفت بعد از بیش از 10 سال که میبایست در آنچه که دولت خودگردان فلسطینی انجام بشه، محمود عباس که به تأخیر افتاد به خاطر اینی که یکایک هسته‌های حماس که پشتیبانی میشن از گروه تروریستی سپاه در انتخابات سعی بر این داشتن که بیان دولت خودگردان فلسطین از سال 92 1992 با قراردادهای اسلو، با وجود اینکه در اون دوران میشه گفت یاسر عرفات آمده بود و دوگانگی ایجاد کرده بود و انتفاضه رو شروع کرده بود و به گونه ای عمل کرده بود که آنچه که قرارداد رو به عنوان قرارداد صلح و قراردادی بود که با یک دیگر داشتن رو نه فقط زیر پا گذاشته بود، بلکه یکایک اتوبوس هایی که از طرف حماس جهاد اسلامی منفجر می شد که حدود 1500 نفر نیز در این بین کشته شدن در دوران بوش پدر، نه فقط از نقطه نظر تأثیر گذاری بر روی تسلیحات و پشتیبانی مالی که در اختیار آنان گذاشتند آنچه که اهمیت خاص داره، بر این هستش که عرب اسرائیلی که دارای کارت و شناسه اسرائیلی هستند و دارای آیدی کارت اسرائیلی هستن چگونه وارد این جریانات شدن، نه فقط قاچاق بهرام مواد مخدر بلکه قاچاق تسلیحات.